بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محترم لیدونکو مونږ او تاسو په سوره حجرات کې په دوهم نمبر آیات کې خپل بحث مو شروع کړی وو او په مخکنی حلقه مو دا خبره وکړو چې الله متعال فرمایي چې ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تاسو د رسول صلی الله علیه وسلم ادب مراعات کړی کچیر تاسی ادب مراعات نکړه نو د تاسی اعمال باطلیږي په داس حال کې چې تاسی کیدای شي پوه نسوي. هغه مثال می هم تاسو ته ویل چې کله کله داسې شي چې یو کس ډیر زیات اعمال ولري خو په آخره کې په یو عمل خپل ټول اعمال له منځه یوسي. داسې هم کیدای شي چې یو کس ښه اعمال ونه لري، گذشته دیر بد وی، خب پا آخر که دست یا خی عمل سر تا ورسوی چی اگه گذشته جبران کی. نو ده دغه مثالون سخاروستا مونگا دست ویلی شو چی کلا کلا پا اسلامی شریعت که دست اعمال را منستکی گی چی ده اگه اعمال پا وسیله گذشته اعمال لمن ززی ده اگه جمله سخه کفر و ارتداد دی. او همدارنګه له رسول صلی الله علیه و سلم سره محاربه او جنگ کول دی. د رسول صلی الله علیه و سلم او د الله د لارې نه خلق منع کول دا هغه اعمال دی چې د دغه اعمالو په وسیله د انسان هغه گذشته ښه اعمال له منځه ځي. یو کس دی 50 کاله عبادت کړی وي، 30 کاله عبادت کړی وي، خو کلونو کلونو ښه اعمال سرته رسولی وي، خو کله چې دی مرتد کیږي، کله چې دی د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم په مقابل کې قرار نیسي نو د دغه ارتداد له کبل نه د دې گذشته اعمال له منځه ځي. دوم، کله کله داسې شي چې یو انسان ښه اعمال ډیر زیات ولري لیکن کلا کلا داسې شي چې داسې یو عمل سر ته ورسوي چې د هغه بد عمل له کبل نه د الله متعال قهر و غضب ځان ته جلب کړي او له منځه لاړ شي او هغه گذشته اعمال هم باطل شي. او همدارنګه شرک و نفاق و توجه کول دنیا ته، قتل د انبیا، قتل دی مؤمنین او قتل دی هغو کسانو چې دوی آمرین بالمعروف و ناهین عن المنکر دی، او هم دارنگه نور اعمال چې عام خلق بگنا خلق پا قتل ورسوی لامنز یوسی در طول دی هغو اعمال سخدی چې د انسان اغا گذشته خ اعمال هم لامنز وری او باطلیی. همدارنګه چې یو کس سره مو مرسته کړې وي، یو کس ته مو صدقه ورکړې وي، یو کس ته مو خیرات ورکړې وي، بیا د صدقه او خیرات نه وروسته په هغه باندې خپل منت او احسان بار کو، دا هم د دې سبب ګرځي چې هغه د مونږ هغه صدقه او اخلاص له منځه لاړ سي. یا یو کس د هغه سره مو غیر د صدقه و احسان ور سره مو مرسته کړی وي، ور سره مو ښېګڼې کړی وي، اوس بله ورځ د هغه په مخ کې یا د نورو خلکو په مخ کې چې هغه هم حاضر وي د خپل مرستې، د خپل احسانات او همدارنګه د خپل ښېګڼې هغه ته یادونه کوو او خپل احسان په هغه باندې باروو، د دغه احسان له کبل نه هم د مونږ او تاسې هغه کوم خ کار چې مو کړی دی له منځه ځي او باطلیږي. همدارنګه ریا و تکبر یو انسان ښه کار سرته رسوي، ښه اعمال سرته رسوي، خو لیکن
دی د ښه اعمالو په سرته رسولو په څنګ کې تکبر هم کوي یا عجب و ریاکاری کوي. په دې خاطر دغه عمل سرته رسوي چې خلک دې ته ښه وایي، په دې خاطر چې خلکو ته مثلا خپل هغه په اصطلاح کارنامه او شاهکاري وښیي، خو د دې نیت د الله متعال رضا نه وي. نو دلته ولو که هغه عمل ډیر دروند وي، ډیر ثقیل وي، ډیر عظیم وي، خو چون په هغه کې ریا شته، ریا وجود لري، د دغه ریا له کبله نه هغه ښه اعمال ولو چې هر څومره ثقیل و ګران او عظیم هم وي، له منځه ځي او باطلیږي. لکه څنګه چې الله متعال هم فرمایي ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله، څوک چې د ایمان څخه وروسته کفر کوي، څوک چې د ایمان څخه وروسته ارتداد طرف ته ځي، څوک چې د ایمان څخه وروسته مرتد کیږي، نو فقط حبط عمله، د دې هغه تیر شوی ټول اعمال له منځه ځي. او دا د سوره مائده 5 نمبر آیات دی. لکه څنګه چې په بد اعمالو سره د انسان ښه اعمال له منځه ځي، په بد اعمالو سره د انسان هغه ټول تیر شوی ښه اعمال ټول باطلیږي، برعکس کله کله داسې هم کیږي چې په ښه اعمال سره د انسان بد اعمال له منځه ځي. کله کله داسې شي چې یو انسان تقوا کوي، اخلاص کوي، صداقت کوي، د دغه تقوا او اخلاص او صداقت له کبله نه د دې هغه ځینې ګناهونه هم له منځه ځي. لکه څنګه چې یو انسان تقوا ولري، صدقه سریه یعنی په پټه سره صدقه وکړي، او همدارنګه فقرا و مساکینو سره مرسته وکړي، توبه وکړي، د کبیره ګناهونو څخه ځان وساتي، دا ټول هغه اعمال دی چې د دغه ښه اعمالو په برکت د انسان نه ځینې صغیره او حتی کله کله کبیره ګناهونه هم له منځه ځي. لکه څنګه چې په سوره هود 114 نمبر آیت کې الله متعال فرمایي و اقم الصلاه طرفي النهار و زلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات، ته منځ قائم که د شپې او د ورځې له خوانه په چار اطراف، یعنی اشاره دغه د منځ اوقاتو ته دي، ځکه ان الحسنات يذهبن السيئات، حسنات چې کوم دي لکه منځ او نور ښه اعمال، دا سیئات او ګناهونه له منځه وړي. د دې آیه مبارکه نه دا ثابتیږي چې لکه څنګه چې کله کله بد اعمالو سره د انسان گذشته ښه اعمال له منځه ځي، داسې هم ممکن دی چې په ښه اعمالو سره د انسان گذشته بد اعمال هم له منځه تلی شي. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. و بعد، بینندگان عزیز، علاقمندان برنامه قرآن و حدیث، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این درس از آیت 27 سوره مبارکه بقره تفسیر آغاز میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، الذين كسانی که ينقضون میشکنند عهد الله، عهد الله را، من بعد ميثاقه، بعد از محکم کردن آن، و یقطعون، و قطع میکنند، ما امر الله به، آنچرا الله امر کرده به آن، ایوصل، این که وصل کرده شود، و یفسدون فی الارض، و فساد میکنند در زمین، اولئک هم الخاسرون، آن گروه آنها زیانکاران هستند. در این آیت الله متعال صفات فاسقین بر ما شما بیان میکنه که قبلا در آیت قبلی ما خوانده بودیم و ما یضل به الا الفاسقون، الا الفاسقین، الله گمراه نمیکنه به این مثال مگر فاسقان را.
این فاسقین یا فاسقان کیها هستند؟ در این آیات برای ما و شما بیان میشه صفات فاسقین. الذين كسانك ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، کسانی که تعهدی که با الله کردن او را میشکنن. یعنی هر انسان وقتی که تولد میشه این در یک عهد و در میثاق است، این را ایمان و فطری میگن. اول این عهد، دوم مراد از عهد کسانی که اونها حق میشناسن، مانند اهل کتاب که رسول الله صلی الله علیه و سلم قسمی میشناختن مثل که اولادهای خود را بشناسن. قرآن به ما بیان میکنه که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، پیامبر قسمی میشناختن مثل که پسرای خود را بشناسن، اما بازم از حق انکار میکردن. اولا از اونا تعهد گرفته شده بود وقتی که پیامبر کیمه به او ایمان بیارن، اما اینا عهد شکستاندن. ای هم یک نوع عهد شکنیست، با الله عهد کردن باز عهد شکستاندن. خب عهدی که قبلا صحبت کردیم، عهد اولی که از بنی آدم گرفته شده، و اذ اخذ الله میثاق و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. اینی خودش یک تعهد است. نمی خاطر است که در حدیث میگه که كل مولود يولد على الفطره، هر مولود نوزادی که تولد میشه به ایمان فطری تولد میشه. فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، مادر پدر است که یا یهودی میسازه یا نصرانی و یا مجوسی. یعنی ایمان فطری وجود داره فطرتاً. حتی علمای عقیده میگن، یک قولی فکر میکنم از امام بنیفر رحمه الله مشابه امی ذکر شده، که اگر یک کسی در یک جای تولد میشه پیدا میشه که هیچ چیزی به نام اسلام برش نمیرسه، هیچ چیزی به نام هیچ شخصی را به نام محمد و رسول الله صلی الله علیه وسلم نمیشناسه، نام محمد نشنیده، دین نرسیده، پیام دین نرسیده، مکلفیت از او عمیق است که باید خالق خدا بشناسه، الله عقلی که به ای داده ای بفهمه که مرا کی خلق کرده. چون بحث از نزد علما کسایی که بر از اونا دعوت نرسیده یا کسایی که در زمان فترت که انقطاع وحی از زندگی میکردن حکمشان چی بود؟ مشابه از امو. حتی اطفال کفار کنها میمیرن قبل از اینکه به سن بلوغ برسن، باز اونا کسب کنن کفر از طریق پدر و مادرشان، اینا قبل از بلوغ اگه وفات کنن. این بحثایی از نزد علما که حکم از اینا چی است. خب یک ایمان فطری وجود داره اینجا، بحث ای بود که ایمان فطری وجود داره. اینال ای انسان ها امو تعهدی که کردن تعهد خدا میشکنن. با بالغ شدن انسان وقتی که بالغ میشه مکلف است. حتی مؤمنی که در خانواده، یک طفلی که در خانواده مؤمن تولد میشه، ای ایمان تقلیدی نباید بگیره. بعضی هستن، بعضی دوستای ما میگن که ما الحمدلله در خانواده مسلمان متولد شدیم. تولد شدن در خانواده مسلمان یک فضیلت است. اما اصل چی است؟ ما ایمان عقیده را باید علمی بگیریم، نه تقلیدی و میراثی. علما بفهمیم که اسلام دین بر حق است. اینا عهد خدا که با الله کردن میشکنن. اول صفت فاسقین همیست، الذین ینقضون عهد الله. درسی که میگیریم از این حدیث که ما کوشش کنیم در هم تعهدی که با الله کردیم با او پابند باشیم، و هم با انسان ها وقتی که وعده میکنیم تعهد میکنیم در او وفا داشته باشیم، وفا به عهد بکنیم. یکی از صفات منافقین اگه قبلا ما خوانده بودیم چی بود؟ عهد شکنی بود. وقتی که وعده میکردن
خلاف می‌ورزیدند. آیات ما در اوایل بقره خوانده بودیم صفات منافقین، پس صفات فاسقین هم همیست که الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم و لیدونکو ورونو او خویندو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمونگ او تاس درس دی انما الاعمال بالنیات بو حدیث کی شروع شوی و او نن دی درس موضوع دی مبارک حدیث تربیتی پیامونه دی، یعنی دی حدیث انما الاعمال بالنیات سخه مونگ او تاس تا چه پیامونه دی. کله چه دغه حدیث واورو زمونگ او تاس پو جواند، زمونگ او تاس پو فکر، زمونگ او تاس پو زرکه چه مثبت اثرات او اغیز رامنسته شی. نو اولین پیام تربیتی د دی حدیث داده چه دی نیت محل زړه ده، او تلفظ کول په نیت دا مهم او ضروری نه ده. کله چې یو انسان مونس کوي، کله چې یو انسان روژه نیسي، کله چې یو انسان ښه عمل کوي، نیت دا وي چې الله د ما نه راضي شي، نیت دا وي چې د ماسپښین یا سبایي یا ماخواستن مونس کوم، بس همدومره چې په زړه کې تیر شي کفایت کوي. دوم دا ده چې د اعمال مدار د صحت و فساد لکبل نه، د کمال و نقصان لکبل نه، دا تر نیت بورې بستگی لري. یعنی د یو انسان عمل هغه وخت سمه ده، صحیح ده، چې د دې نیت صحیح وي، او د یو انسان عمل هغه وخت فاسد دی او الله متعال ته منظور نه ده چې کله د دې انسان نیت فاسد وي، نیت د خدای رضا نه وي، نیت ریا و سمعت وي. او همدارنګه د یو انسان عمل هغه وخت کامل بوي، هغه وخت به پوره بوي چې کله د انسان نیت خالص د الله متعال رضایت وي. او د انسان عمل هغه وخت به ناقص وي، نیمګړی به وي، چې د انسان نیت د هغه عمل په اړه نیمګړی او ناقص وي. دریم پیام تربیتی د دې حدیث شریف داده چې یو کس که په جنگ و جهاد و غزوه کې نیت داوی چې زه جنگ کوم چې غنیمت لاسته راوړم، زه جنگ کوم په دې خاطر چې زه مشهور سم، زه جنگ کوم په دې خاطر چې د خلکو ځمکه غصب کوم، نو نیت یې هماغه شی ده. ولو که دی په دې لاره کې مړ هم شي، ولو که دی په دې لاره کې شهید هم سی، نو اجر و پاداش اخروی ورته نشته. سلورم پیام د دې حدیث شریف داده چې الامور به مقاصدها، هر کار دهغه تر مقصد پورې اړه لري. یو کس دی قدم وهی، نو هدف داده چې طواف وکي، نو الله متعال د طواف اجر و پاداش ورته رسوي. یو بل کس دی هدف داده چې ورزش وکي، نو هماغه د ورزش ګټه ورته رسي. پنځم پیام د دې حدیث شریف داده چې د عبادت و عادت په منځ کې تمیز و تفکیک په نیت سره کیږي. مثلا یو کس یو عمل سر ته رسوي، مثلا هر ورځ 100 روپۍ صدقه کوي، عادت ګرځېدلې دی. یو بل کس 100 روپۍ صدقه کوي په دې خاطر چې الله د ما نه راضي شي،
اوز دلتا یو کس سل روپی صدقه کوی الله تا رسیگی، بل کس سل روپی صدقه کوی ای ثواب نرسیگی ورته. عمل یو شایده خو لیکن پو نیت سره د دواړو عملونو پو منس که توپیر او تفکیک رامنسته کیگی. شپگم پیام داده چه د مؤمن نیت حق ازای تا رسیگی لکه سنگه چه عمل رسیگی. مثلا نبی علیه صلات و سلام پو یو حدیث که فرمایی چه دنیا د سلورو انسانانو لپاره ده. یو حق انسان دی چه الله متعال ارتا علم ور کردی او مال هم ارتا ور کردی. دی پا خپل علم باندې عمل کوي، پا خپل مال که خپل حق په نظر کې نیسی، د اقربا و حق په نظر کې نیسی، د الله متعال حق په نظر کې نیسی. نو الله متعال دغه شخص ته چې الله علم و مال ورته ورکړی دی پوره ثواب ورته رسوي. دوم شخص هغه کس دی چې الله ورته علم ورکړی دی خو لیکن مال ورته ورکړی نه دی. نو دا دوم شخص داسې وایي چې یا الله که چیرې ما ته دې مال راکړی وي لکه څنګه چې فلان شخص ته دې ورکړی دی، نو زه هم په خپل علم باندې می عمل کول، په دغه مال کې می خپل حق، پردی حق، د اقربا و حق، د الله حق می رعایت کړی وو. نو دلته نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې فاجرهما سواء، د دواړو اجر و ثواب برابر دی. اگر یو کس ته الله مقام ورکوي، یو کس ته الله متعال اجر و ثواب ورکوي د عمل په مقابل کې ده او د نیت په مقابل کې ده. ځکه علم لري، مال لري، عمل کوي، نیت د خدای رضا ده. دغه بل کس ته الله متعال هغه اجر و ثواب ورکوي چې کوم هغه اولنی کس ته ورکړی دی، خو دې عمل نه لري، صرف نیت لري. نیت داده که چیرې ما ته هم داسې مال راکړی شوی وای، نو ما هم د الله په لاره کې د مال می مصرفول. نو دلته یو عمل کوي بل فقط نیت لري. نو هغه یو کس ته په عمل و نیت الله متعال اجر و ثواب ورکوي، دغه بل کس ته یوازې په نیت سره الله متعال اجر و ثواب ورکوي. فاجرهما سواء، د دې دواړو اجر و پاداش برابر دی. نو دا په دې معنا دی چې کله کله یو انسان ته الله متعال اغه اجر و ثواب ورکوي په نیت سره چې کوم د عمل په مقابل کې ورته ورکوي. یا یو کس دی واسه نه کیږي چې په ولاړه مونځ وکړي، خو نیت یې داده که چیرې زه صحتمند وم نو ما په ولاړه مونځ کړی و. نو دی په ناسته مونځ کوي، الله متعال دې ته اغه اجر و پاداش و ثواب ورکوي چې کوم په ولاړه که چیرې دی مونځ کړی و همغه ثواب به ورته رسوي. نو خلاصه د کلام دا شو چې نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې دنیا د څلورو کسانو لپاره ده. یو عمل کوي، نیت صحیح ده، بل یوازې نیت لري خو عمل نه لري، الله متعال د نیت په اساس هغه ته اجر و ثواب ورکوي. همدارنګه دریم کس هغه کس دی چې علمم خدای تعالی ورته ورکړی نه دی خو لیکن مال ورته ورکړی دی، دی په خپل مال کې ګناه کوي، الله نه لری کیږي، فحشا کوي، معصیت کوي. نو الله تعالی دی ته عقوبت و سزا ورکوي ځکه چې ګناه کوي. خو سلورم کس وایي چې کچیر الله ما ته هم مال را کړی و نو ما هم فلان شخص غونده گناه کول، نو فوز روح ما سوا، دیدی دوارو گناهون یو دی. یو گناه کوی عملا، بلچه گناه نکوی لیکن نیت داده که چیر ما تعالا مال را کرده اونو پدی مال بانده می ده گناهون کول، نو دی دوارو گناهونو دی نیت پو اساس برابر دی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والله. وبعد، بینندگان عزیز، علاقمندان برنامه قرآن و حدیث، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در بخش احکام عنوانی را انتخاب کردیم برای شما، رسم و رواج های خلاف شرع. بعضی رسوم است، انعنات است که ما این را از خود جور کردیم و مخالف با شرع است. در اصل رسوم و انعنات مشکل نداره، این اسلام با رسم و رواج مشکل نداره. در یک قوم، در یک منطقه رسم و رواج معمول است، اما در با اسلام در تضاد نیست، مشکل نداره. ما رسومی را بحث میکنیم که با اسلام در تضاد است. قبل از اون من یک سه قاعده را میگم به دوستا. این قاعده را که شما یادداشت بگیرین پیشتان، باز میتونین بسیار رسم و رواج ها را پیدا کنین، ببینین که در تحت امی سه قاعده اقامت خسایی نیست. اگر از این سه قاعده خارج بود باز مشکل نداره. یعنی به می سه شرط، منظور میست که اگر این سه شرط در رسم و رواج ها نبود بازو صحیح نیست. شرط اول است که رسم و رواج در او اسراف نباشه، چون اسلام با اسراف مخالف است. و کلو و اشربو ولا تصرفو، حتی ببینید خوردن و نوشیدن، بخورید بنوشید خو اسراف نکنید. و کلو و اشربو ولا تصرفو انه لا يحب المسرفين، الله دوست ندارد اسراف کنندگان را. آیا در رسم رواج های ما شما اسراف نیست؟ یعنی اول شرطی است که اسراف نباشه، شرط اول گناه نباشه. از ما شما خو اسراف چی که تبذیر است؟ تبذیر چی را میگن؟ اسراف تبذیر، بعضی ها این کلمه را مترادف فکر میگن، در حالی که فرق داره. اسراف چیست؟ تبذیر چیست؟ اسراف در چیزی می باشه که او اصلش مشروع است. مثلا خوردن و نوشیدن امر مباح است، می خوریم می نوشیم، اما اگر از اندازه ما زیاد بخوریم اینمی اجازه نیست. و کلو و اشربو ولا تصرفو، زیاد اگر شما بخورین مریض میشه. بسیاری جا از مردم از بس پرخوری کردن زیاد میخورن، اضافه میمانه بازو را میاندازن در زبالدانی. چی است؟ غذا را ضایع کرد، گناهکار شد. دیگه زیاد خودش هم که میخوره از حد زیاد مریض میشه. امروز طب امیر ثابت کرده، از یکی از علما پرسان میشه که اسلام در طب چیزی گفتم، در جواب میگه که اسلام در یک جمله طب جمع کرده. او چی است؟ و کلو و اشربو ولا تصرفو، بخورید بنوشید و اسراف نکنید. همون که گفتن المعده تو بیت الادوا، معده خانه امراض است. به همین خاطر است که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمند که ما ملع آدمی وعاء شرا من بطن، آدمی ظرفی را بدتر از شکم پر نمی کنه. اگر باز ناچار است که باید زیاد بخوره چی کار کنه؟ فثلث لطعامه و ثلث لشرابه و ثلث لنفسه، سیوم سر به خوردنی، سیوم سر به نوشیدنی و سیوم سر برای تنفس، برای نفس بانه. ما آنقدر می خوریم جای نفس کشیدن هم نیمانه. اینا رو ببینید، وقتی در خوردن و نوشیدن که امر مباح است، مشروع است که میگه زیاده روی را کنین، پس در کاری که نامشروع است اگر کسی چیزی را مصرف میکنه او را باز تبذیر میگن. من این را اصلا میخواستم اول واضح بکنم که اسلام با اسراف مخالف است. تبذیر خو واضح است دیگه، که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن گفته ولا تبذر تبذیرا، تبذیر نکن. چرا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین برادرای شیطان هستند. من مثال تبذیرم بتون براتون، مثلا یک کسی یک حیوان خریداری میکنه به خاطر تفریح و ساتیری. دیده باشین سگ نگاه میکنن بعضی جا،
سگه، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کرده از چند چیز، از کسی که مهر زانیه، اونجا مرادش ایست که مزد که میگیره زانیه و پولی که کاهن میگیره و دیگه کسی که سگه میفروشه. بعضی جا شما ببینید سگه نگاه میکنن به خاطر جنگ انداختن، کسایی که سگ بازی میکنن. من شنیدم حتی به اندازه یک حویلی هم خود قیمت یک سگ است. یعنی سگ خریدنش خود از این تبذیر است. خب اگر کسی سگ نگاه میکنه در جایی که خوف است و خطر است، استثناءات شو علما گفتن یا به حساب شکار است. حالا ببینید مثال تبذیر گفتیم، یک چیز بیفایده را شما برین بخرین پول مصرف کنید، این تبذیر میگن. ما در رسم رواجای خود مثال های اسراف با تأسف زیاد داریم. مثلا از رسم رواجایی که در عروسی هاست ما یادداشت کردیم، مصارف گزافی که در عروسی ها صورت میگیره، از جمله وقتی که عروس ها میبرن در آرایشگاه، تنها خود از اینه، چند زن دیگه هم آرایش میکنه و من ایفان بازو هم آنقدر آرایش غلیظ و قیمتی که تا دو روز سه روز هم شاید نماز نخوانن که بازی آرایش های از بین نره. یک پیراهنی را که به عروس میگیرن، من پرسان کرده بودم قبلا من ایفان مال چقدر قیمتش است، بر یک شب کرایه میگیرن که از 4000 شروع، من ایفهم که از 4000-5000 تا 40000-50000 هم شاید برسن به یک شب کرایه میگیرن. این خودش اسراف نیست؟ کالا رو کرایه بگی 40000-50000، این یک مصیبت بزرگ است. باز کاش که کالام کالای اسلامی باشه. مثال های زیادی هست در اسراف. مثلا اشخاصی را که دعوت میکنن در عروسی، از حدش زیاد لس جور میشه از طرف فامیل دختر، تا که میتونن نفر جمع دعوت میکنن، بیچاره دامادم از مجبوری خود دیگه مجبور است، لس تا جانب مقابل میره. خدا میدونه 10 سال این بیچاره نامزد است، در نامزدی هم سر ازی هیدی و براتی و منیفم بعضی چیزا را به نام تحفه. الان که تحفه ایست که انسان به طیب نفس به رغبت خود ببره. این گوسفند در روز عید قربان یا قبل از عید قربان میبره طرف خانه خسر خود، شاید در راه دعای بدم کنه که خدا خیرت نده. خب یک بار من امروی دخترت ازدواج کنم، باز میفهمم چی کار کنم. میبینین خشونت از همینجا آغاز میشه. میگن خشونت علیه زن. آیا خود زن، خود فامیل زن باعث نمیشه بالای زن خشونت صورت بگیره؟ انتقام از دیگه. شرط و شرایط هتل شرط میمونن، اول که در کدام هتل باید عروسی شوه، چقدر نفر باید در عروسی دعوت شوه، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحابشان زیاد ازدواج میکرد تا خبر هم نمیشد. پرسان میکرد کسی که ازدواج کردی؟ بله. اما دوستای نزدیک آدم، کاکا، ماما، خاله، عمه، اولادشان دعوت شده، یک 4 نفر همسایه ضرور چیز که ما 500-600 نفر تا 1000-2000 هم نفر دعوت میکنن در عروسی ها. باز کاش کنجم فقیر و مسکین و بیچاره باشم. همه اغنیا در حدیث میگه که بئس الطعام طعام الولیمه، بدترین طعام طعام عروسی است که یدعا الیها الاغنیا و یترک الفقراء. اغنیا دعوت میشه، فقرا از او منع میشه. چون وقت برنامه تمام از دوستان عزیز وعده میکنیم که دو قاعده دیگه یا دو شرط دیگه را که در رسم و رواج ها وجود داره که دو شرط ما مد نظر بگیریم، باز دیگر رسم و رواج در اسلام مشکل نداره، انشاءالله او دو رسم و دو شرط هم در برنامه بعدی با شما شریک میسازیم. امیدوارم از این برنامه استفاده کرده باشین. تا برنامه بعد که بازم در خدمت قرار میگیریم، الله حافظ و ناصرتان و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.